درود و عرض احترام، روز هستم از مجموعه جوایز پارسی پرشن اوارز در امریکای شمالی، در خدمت میهمان بسیار عزیز امروزمون از ایل خوب قشقایی در کانادا هستیم. ایشان جناب شیرعلی کیانیان دارای دکترای کایروپراکتی هستند. جناب کیانیان، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدید. مرسی. با عرض ادب و درود خدمت شنوندگان و بینندگان گرامی و تشکر ویژه از مجریان برنامه جوایز فارسی در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم، ممنونم از حضورتون. جناب کیانیان رو میخوام ببرم به دنیای کودکیشون و محلی که در آن به دنیا آمدن. در کجای ایران به دنیا آمدید؟ بنده در حوالی شیراز، منطقه به نام قسمت سردسیر قشقایی ها، در اون زمان که زندگی عشیره‌ای انجام میدادن، کوچ انجام میدادن، به نام کوهنار، در پای کوهی به نام کوهنار در نزدیکی قرچمن، رودخانه معروف که خاطرات زیادی از اونجا داریم، من اونجا به دنیا آمدم. بسیار عالی. دوست دارین بیشتر از دوران کودکتون برامون بگین، از خانواده مادر؟ بله، زندگی ما از اینجا، از ایام کودکی که تو عشایر بزرگ شدیم و متاسفانه بعد از به دنیا آمدم شیر مادر قطع میشه و با بدبختی ما رو بزرگ میکنن، و زندگی عشایر به این معنی که از مکان سردسیر به مکان گرمسیر همیشه در کوچ بودن. من مکان سردسیر به دنیا آمدیم و بعد دیگه از در داخل زندگی عشایری در کنار پدر و مادر بزرگ شدیم، و دوران تحصیلات ابتدایی من که فرسنگ ها با منزل فاصله داشت تا کلاس پنج ابتدایی را اونجا طی کردم و دوران راهنمایی را هم در شهر گذراندم، ولی همیشه در کنار پدر و مادر با زندگی روزمره آنها توأم بودم و کمکشان میکردم، تا اینکه بعد از مدت ها زندگی کوچ‌نشینی تبدیل شد به زندگی شهرنشینی که من اونجا دوران دبیرستان رو هم طی کردم در شهری به نام چنارشاهی جان، و بعد هم که خب خاطرات اون دوره کودکی چه فراموش شدنی نیست، به خاطر اینکه همراه با سختی ها و مشقات فراوان و همچنین زیبایی های اون سنت های قشقایی و اون زندگی قشقایی بود که همیشه تو ذهنم موند و جرقه‌ای بود که این برنامه های فرهنگی رو الان پیگیر هستم. بسیار عالی. در ارتباط با تحصیلات دانشگاهیتون اگه ممکنه برامون بفرمایید، خوشحال میشین. بله، بعد از تحصیلات ابتدایی و دوران دبیرستان و خدمت سربازی که خب داستان خیلی مفصل هست، من موفق شدم هدفی که داشتم از خیلی وقت پیش، موفق شدم مهاجرت کردم به کانادا، که اونم سختی های راه خودش رو داره که من در مورد کتابی می‌نویسم به نام خواستن توانستن، که به همه دوزیات این سفر زندگی هم نوشته میشه. من موفق شدم شبها کار کردن و روزها تحصیل کردن، دوره دبیرستان و فوق دیپلم و دوره لیسانس هم را در شهر تورنتو در دبیرستانی به نام کالک سیتی ادال لرنینگ سنتر و در دیپلم و فوق دیپلم و دانشگاه UFT یونیورسیتی آف تورنتو هم بچلر دگری در رشته لیسانس در رشته بیوکمستری، و بعد از اون وارد دانشگاه پالمر کالج آف کایروپراکتیک در داونپورت آیوا دکترای کایروپراکتیک هم را به موفقیت کرد. من در خدمت طولانی شد در خدمت. خیلی متشکرم جناب کیانیان رو اینجا داریم که بعد از این همه تحصیلات
و به هر حال رزومه پرباری که داشتید با لباس زیبای ایل قشقایی در کانادا مشغول به فعالیت هستین رو و خوشحالم که در خدمتتون باشم. اگر از شما بخوام بپرسم که چرا با این لباس و چرا هنوز در کانادا سالانه مشغول به فعالیت هستین و به هر حال نماینده ای از ایل قشقایی میتونین باشین در خارج از کشور، برای چی؟ بله، با توجه به صحبت هایی که جناب مهندس علیرضا جهانگیری فرمودن، پیرو صحبت های ایشان، بنده هم با توجه به همون خاطره زندگی کردن در بین ایل قشقایی که فامیل خودم ما از ایل قشقایی توی کشکولی تیره بکلی هستیم و اولاد سیاه مرد، خب اون زندگی پرمشقت و سختی بود، ولی خب صفا و یه طبیعت و ساده بودن خودش رو داشت. همه اون خاطراتی که پدر و مادر و اقباب و خیشان ما تو اون دوران زندگی عشیره‌ای داشتن، همش تو حافظه ما حفظ شد. بعد از اینکه من اومدم خارج و موفق شدم و برگشتم ایران و حالا دلایل خاصی داشت، بعد از 16 سالم برگشتم ایران، قبل از اینکه کار رشته کاری پرکتیکم را تخصصم و مکتبم را در شهر در تورنتو شروع کنم به کار کردن، تفریحی برگشتم. البته ریسک راه را هم داشتم، ولی خب دیگه ریسک کردیم برگشتیم ایران. باز شد که چند جلسه بریم و برگردیم و بعد اولین کسی که من ملاقات کردم و جرقه ای شد که این عرق قشقایگری من جوش بخورد، دکتر منوچهر کیانی هست که در همین برنامه ها شما حتما خدمتشون خواهیم بود. ایشون یکی از نویسنده ها و فرهنگیست بسیار فعال قشقایی هستن که چند مورد من خدمتشون رسیدم، با هم صحبت هایی کردیم، کتاب هایی به من هدیه داد، مجله داشتن السزم، اون زمان ایشون مجله را برای می نوشتن، من همکاری کردم با هاشون و جلسات دیگه با تعداد دیگری از هنردوستان قشقایی، ملاقات از فرود و فرهاد، جهانگیر خان شهبازی، زیارت از بیژن بهادری کشکولی که نقاش هستن و با ملاقات هنرمندان و پیشکسوتان قشقایی، من به این نتیجه رسیدم که این من یه قشقایی آزادی بودم که با هر بدبختی و هر سختی بوده موفق شدم اومدم خارج و الان امکانش هست که من بیشتر از این بتونم موفق بشم، پس باید برگردم و سعی کنم که این مردم را در حد توان خودم امیدوار کنم. این نتیجهش این بود که توی این چند سال گذشته نتیجه بسیار مثبتی گرفتم. بعد از همون که شروع کردم برگشتم به ایران، فعالیت هایم را در زمینه های گوناگون شروع کردم، از جمله تأسیسی خانه فرهنگ در شهر شیراز که تلاشم برای این بود که هنرمندها دور هم جمع بشن، تشکیل دادن جلسات گوناگون و تشویق جوانان دانشجو و جوانان هنرمند و امیدوار کردن آنها، برنامه های جایزه گذاشتن، اجازه دادن صحبت کردن، بزرگان را تو اون جلسه شرکت دادن و برایشون صحبت کردن و امیدواری دادن و چندین جلسه در تهران برای دوستان قشقایی مقیم تهران و برنامه های رونمایی کتاب، تبلیغ کتاب و تشویق به کتاب نوشتن و کارهای خیلی زیادی انجام دادیم. ولی این چند سال از سال 2006 که من وارد ایران شدم تا بعدها که برنامه های من در کانادا ادامه پیدا کرد، فعالیت های زیادی داشتم که اون موجب شد که بقول این عرق قشقایگری با هر روز و هر روز بیشتر بول کنه و بیشتر جوش بخوریم. حالا نمی کنم داستانش طولانی است، باید اگر سوالی داشته باشین در طول برنامه های
فعالیت های ما در کانادا هم در خدمت. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادین. بله در دقایقی بعد در خدمت شما و جناب جهانگیری هستم که در راستای فعالیت هاتون بیشتر بشنویم و خوشحالم که این وقت رو به من دادین که بتونم از بیوگرافی شما اندکی برای مخاطبان جوایز پارسی بگم. اگر که اجازه بدین این برنامه رو در همینجا تمام کنیم تا برنامه بعدی. در خدمت شما هستم، خیلی سپاسگزار و ممنون شما هستم که بار به این برنامه دعوت کردیم. درود بر شما.